بافت تاریخی که هست تا 2000 سال قدمت داره. البته در دوره های مختلف، دوره اسلامی به بعد، قلعه ای بوده که وقتی برش زدن آثار دوره های مختلف رو دیدن. خب این الان خیلی ارزشمنده، یعنی در مرحله نجات بخشی ما که قرار میگیره، فعلا باید حفاظت درست بشه تا بعدن اعتبار لازم بیاد، کاوش بشه. هم آثار تاریخی اینجاست، هم خود این بنا دیدنیه، بالای 2000 ساله. اما شما نگاه کنید، یه فنس طبیعی هم نداره. اینجا شده خونه معتادا. اینجا رو که شما میبینید، قشنگ معتادا تشریف میارن اینجا هستن و کارشون رو میکنن، این پارچه ها رو آویزون میکنن. تقریبا دور اینجا همینه. در بودجه استانی که الان ما همراه آوردیم، حتما در اولویت فنس بکشید اینجا، یه پروتکل جدی بذارید، کاملا اینجا محافظت بشه، چند تا بنر خوب بذارید، اصلا مردم بدونن این چیه. اینکه حداقل حریم اینجا رعایت نشده یه چیز عجیب غریبی، حالا کاری به بحث‌های قانونی نداریم. این سازه رو شهرداری چند سال قبل با یه تعریفی درست چسبونده به این اثر تاریخی که بیش از 2000 سال قدمت داره. اصلا نگاه کنید، چسبیده به اینجا، هم جلو دیدش رو گرفته، هم اصلا حریم رو رعایت نکرده. حالا اون موقع میگن قانون نبوده، اون حداقل توجه رو باید میداشتن. حالا اینجا هر کاربری داره، اما هیچ نسبتی با این حریم تاریخی که باید رعایت بشه متاسفانه نیست. حالا ما باید یه فکری برای اینا بکنیم. این دیواری که الان اینجا برای خود این کاروانسراست، این خوبه به ما مربوط میشه، ما میتونیم دیوار رو برداریم. هر آن حصار اداره کل ما رو اداره کل تو مگه پشت این نیست؟ الان میریم ملازم. خب برای اون یه حصار بزنیم. اینها رو تا آقای مهندس اینو تا یک ماه دیگه من یه انجامش پیشنهاد به شما دارم. دیوارا رو که برمی‌دارید مردم نفس می‌کشن. ببین ما می‌خوام همه این کارا برای مردمه دیگه. همه این کارا برای مردمه. حالا یعنی اون اداره کل مال مردمه. حالا منم یه عرضی دارم. من میگم اگر که حالا من اینو با آقای رئیسی هم صحبت می‌کنم، با آقای محسنی هم اجرایی هم صحبت می‌کنم، یه عکس بچه‌ها بگیرید از این دیوار، اونجا رو میگیم یه حفاظت براش بذارن. اما سر میمون شهر ببین، ما زندان میشون بله. اینا پشته همه جای دنیا همه. شما سر میدون وسط شهر یه دیوار بلنده، اینجا شد چی ها زندانه. اصلا توریست میاد، نمیدونم گردشگرا داخلی خارجی، یه نسل میگه اینجا زندانه.